لغت اول ما است bridge. با یاد داشته باشه دی که در وسط است تلفظ نمیشه. bridge پل معنی میکنیم. پل. و ترم سال Australia has beautiful bridges. استرالیا پل‌های زیبا دارد. Australia has beautiful bridges. لغت بعدی bring. حالت گذشته ای فیل brought و حالت سومش نیز brought می باشد. و یادداشت باشین جی اچ در وسط سایلنت یا بی صدا است. Bring فیل است، معنیش آوردن میشه. زمانی که با حالت گذشته حالت سوم میره معنیش به شکل brought یعنی آورد یا آورده است معنی میکنیم. پس فیل است bring حالت اول، brought حالت دوم، brought حالت سوم. Come and bring the book too. بیا و کتاب رو نیز با خود بیار. Come یعنی خودتون بیا و کتاب نیز همراهتون بیارید. Come and bring the book too. Build فعل است و معنیش میشه آباد کردن یا ساختن. حالت گذشته فعل build میشه، یعنی دیش به تی تبدیل میشه و حالت سومش نیز build میباشد. آباد کردن یا ساختن. New schools will be built this year. مکاتب جدید در این سال آباد خواهند شدند. New schools will be built this year. Buy فعل است و معنیش میشه خریدن. حالت گذشتهش bought و حالت سومش نیز bought میباشد. و تر مثال She bought a new car. او خانم یک موتر جدید خرید. She bought a new car. اگر بگیم که من یک موتر می خرم یعنی در زمان حال، باز میگیم که I buy a new car. و یاد داشته باشین کلمه دیگه که معنی پسر میته تلفظش فرق میکنه و اسپلش نیز فرق میکنه. او لغت به شکل boy تلفظ میشه و معنیش پسر میشه. Bright. در کلمه bright جی اچ در وسط سایلنت یا بی صدا است. Bright تابان یا روشن یا پرنور معنی میکنیم. تابان، روشن یا پرنور. The bright lights hurt my eyes. چراغ‌های پرنور یا تابان چشم‌های مرا اذیت می‌کند. Hurt یعنی اذیت کردن معنی می‌کنیم. Lights چراغ یا چراغ‌هایی که شکل جمع به خود دارد. So bright پرنور یا تابان. Break فعل است، شکل گذشتهش broke میشه و حالت سومش broken. Broken. و یاد داشته باشین این لغت معنی بسیار زیاد داره اما تعداد معنیش میگیره که بسیار عام است و بسیار مهم است. Break اصلا معنی میشه شکستن، یعنی شکستن اشیا، شکست در کل تمام چیزهایی که شکستنی باشه برش ما میتونیم استفاده بکنیم. و طور سال میگیم که She broke my glasses. یعنی خانم عینکای مرا شکست. در کل به تمام اون چیزهایی که شکستنی باشه ما میتونیم برش break استفاده کنیم. معنی دوم break میشه شکستن یا قطع کردن روابط، یعنی زمانی که یک شوهر از خانم جدا میشه یا یک خانم از شوهر جدا میشه و ارتباط یا روابطشون قطع میکنن، به این نیز ما میتونیم break نشته کنیم، نیز میتونیم break استفاده بکنیم. به طور مثال میتونیم بگیم که They broke up یعنی آنها از هم جدا شدند. و همچنان break وقفه نیز معنی میشه وقفه. به طور مثال ما میتونیم بگیم که Let's take a short break یعنی بیایید یک وقفه کوتاه بگیریم. Break در کل شکستن اشیا یا شکستن روابط یا هم وقفه. همین سه معنیش یاد بگیرین
کافی است. و این لغت بیشتر معنی های دیگه داره که اونا لازم نیست من فعلا در این قسمت خدمت شما اونا را تقدیم بکنم. لغت بعدی ما از بیست. بیست به یاد داشته باشی نیره مثل دری که میگیم 19 بیست 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 مثل بیست باید تلفظش بکنیم. بیست حیوان یا چارپا معنی میشه. در کل حیواناتی که بسیار بزرگ هستن و بیشتر اوقات خطرناک هستن به اونا میتونیم استفاده کنیم. به طور مثال ما میتونیم بگیم که lions are wild beasts. Lions are wild beasts. یعنی شیرها حیوانات وحشی هستند. چارپاهای وحشی هستند. Lions are wild beasts. لغت بعدی bad mouth. Bad mouth. Bad mouth. TH در اخیر به شکل th تلفظ میشه. Bad mouth. دشنام دادن یا به کسی فحش دادن. The football player began to bad mouth his coach. The football player began to bad mouth his coach. بازیکن فوتبال آغاز به دشنام دادن مربیش کرد. The football player began to bad mouth his coach. لغت بعدی ما call. Call زنگ زدن معنی میشه اساساً و همچنان call به معنی نامیدن یا مسما ساختن نیز میشود. به طور مثال ما میتونیم بگیم که She called me twice today. She called me twice today. او خانم امروز به من دو بار زنگ زد. یا میتونیم بگیم که I call my dog Alexi. I call my dog Alexi. من سگم الکسی خطاب میکنم یا مینامم. و لغت آخر ما calm. Calm الش سایلنت هست در وسط و معنی میشه آرام. به یک شخص استفاده میشه که شخصیت آرام داشته باشه. میتونیم بگیم که She is a calm girl. یعنی دختر یک شخصیت آرام داره. یک دختر آرام است. و همچنان راحت بخش یا آرام نیز معنی میکنیم. به طور مثال میتونیم بگیم که I have a calm life. من یک زندگی آرام دارم. خب دوستان نهایت عزیز آرزو میکنیم این درس مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. لطف کنید چنل را سابسکرایب بکنید. اگر نظریات مشکلات پیشنهاد دارید تونور نیز به من بنویسید. موفق باشید.